الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم. کلام در اول و ما صدر، اون رو صدرا برای ورود در این مطلب اصولی رو تنظیم کرده، پنج اصل اون رو صدرا متعرض شدن. اصل اول در مسئله بیان تناقض بوده است، چون تمام مباحث نظری باید منتهی بشه به بدیهی. اول بدیهی یا تناقض در هر مسئله از مسائل وقتی میخوام بحث رو شروع کنم، قاعدش اینه که تناقض رو شروع کنم، چون برهان باید منتهی بشه به تناقض. اگه منتهی به تناقض نشه که اول بدیهیاته، برهان باطله. در این زمینه ملا صدرا اولین اصلی که تأسیس کردن بحث تناقض بود. تناقض رو مفصل هم بحث کردم، هم در مرکبات، هم در بساید، هم در مفردات. این اصل اولی بود. اصل دوم وارد شدن، گفتن ممکن است که متخالفین متضادین باشن، ممکنه متخالفین غیر متضادین باشن. گفتن اگه متخالفین در یک نقطه تمرکز پیدا بکنن، یعنی در جهت واحد تمرکز پیدا کنن، تناقضی. اما اگه در دو حیثیت بوده باشد، دو جهت بوده باشد، تناقضی. اینم اصل دوم. اصل سوم در بیان حیثیت، بله. در جهت واحد تضاد یا تناقض؟ در جهت واحد تضاد و تناقض هر دو فرق نمی‌کنه. مطلب سوم اینه که می‌فرمایم به اینکه باب حیثیت تعلیلیه و تغییریه. حیثیت تعلیلیه رو فرمودن موضوع شیء رو متعدد نمی‌کنه، ولی حیثیت تغییریه موضوع شیء رو متعدد می‌کنه. اینم بحث مفصلی کردم. شما تشکر داشتید. بحث چهارم در مسئله لوازم ذاتی و غیر ذاتی، عوارض و ذاتیات بود، که ذاتیات با عرضیات فرقش چیه، که این را هم مفصلن بحث کردن که رتبه عرضیات در رتبه ذاتیات محاله که محقق باشه. اینم بحث چهارم بود. بحث پنجم فرمودن به این که اگر صفتی برای یک مطلبی ثابت شد، برای یک موجودی ثابت شد، معناش این نیست که در تمام مراحل وجود ثابت است. ممکنه در یک مرحله یک صفتی ثابت باشه برای موجود، در مرحله دیگه اون صفت برای موجود نباشه. این از اون اصولی است که مخرب اصل خود ایشون هم هست. تو واقع ما اون رو تذکر دادیم، چون ملا صدرا بناش بر اینه که میفرماد هر چی حقیقت وجود داره در تمام مراتب وجود هست. این اصل کلیشون داره، در یه جام بحث نمی کنه. این رو در فصول متعدد ملا صدرا این حرف رو میزنه، کل صفت ثابتتون للوجود به ما هو وجود فهو ثابتتون فی جمیع مراتب وجود. که اولین اشکالی که ما کردیم بهشون مسئله قیومیت خود باری تعالی هست. بگیم ذات باری تعالی در مرتبه ذات چیه؟ قیومه. تا میاد پایین اولین مرتبه نزولش چیه؟ میشه متقبل، نداره قیومیت، نداره. مقام مشیت مقام ربطه، دیگه قیومیت نداره، تقوم محضه. هرچی میاد پایین هی کم میشه کم میشه، میرد به یه درجه میرسه که خودش هم برای خودش حضور نداره، عالم ماده. روی زمینه ملا صدرا میگه ماده این حضور است، ببینید قاعده ای که خودش گفته غلطه. ماده این غیبت است. پس بنابراین این حرف درست نیست، منتها این حرف اینجاشون درسته. اتفاقا اینجا درست حرف زدن، گفتن کل صفتی که ثابت برای یک مرتبه از وجود میشه، معناش این نیست که در تمام مراتب وجود هست. این حرف خوبیه، ای کاش این حرف اونجا زده بودن. نزدن اونجا، اونجا گفتن هر صفتی برای وجود به ما هو وجود ثابت میشه در تمام مراتب هستی هست، منتها به مرتبه ضعف، نه اینکه نیست، هست با حفظ ضعف، با حفظ مرتبه.
ولی این اموری است که به اصطلاحشون در اصول به اصطلاح تنظیم کردن. بعد از این پنج اصلی که بیان کردن وارد اصل قضیه میشن. ورودشون در اصل قضیه این است که میفرمان خب اگر یک موجودی فقط یک حیثیت وحدانی بیشتر نداره، چگونه ممکن است که از حیثیت وحدانی شیء متعدد صادر بشود؟ مثلا موجود فقط حیثیت صدور الف دارد، حیثیت صدور ب ندارد. اگه بنا بشه که الف صادر بشه، ب هم صادر بشه، معناش چیه؟ معناش این است که این الفی که منشأ صدورش هستش و به منشأ صدور نیست، برگشتش به این می شود که شیئی که منشأ صدور الف است منشأ صدور الف نیست، تناقض میشه. اذا کان شیء یک جهت بیشتر نداره، اون جهت صدور الف نه به. حالا اگه صدور به بشود که به مخالف با چی است؟ با الفه. پس بنابراین صدور به معناش نیست که صدور الف نیست، پس صدور الف این لا صدور الف میشه، صدور ب این لا صدور ب میشه. پس بنابراین یک جهت وحدانی محال است از او دو شیء صادر میشود در عرض، هم در طول اشکال نداره، در عرض نمیشه. رو این حساب گفتن به اینکه پس بنابراین اگر ذات باری تعالی رو گفتیم فقط یک حیثیت بیشتر نداره و اون حیثیت وجود، خب صرف الوجود. از صرف الوجود چی داره میشه؟ یه چیزی که مناسب با صرف الوجود هست و اون وجود صرفیست که فقط ربط یه حیثیت ربطی داره، نه زائد بر ربط دیگه. اگه دو حیثیت داشته باشه نمیشه، مثل الهو بمیمونه. فقط حیثیت ربطی صدره من الحق تبارک و تعالی، اولش عبارت از همون صدور مطلق عین ربط، سلسله محمدیین که مطلقن و عین ربطن، ربط تقیید ندارن، در وجود تقیید ندارن، در علم تقیید ندارن، در حیات تقیید ندارن، در سمع تقیید ندارن، در بصر تقیید ندارن، فقط حیثیت ربط دارن. این علم ربط، علم اطلاق داره، علم ربط، قدرت ربط، حیات ربط، سمع ربط، وجود ربط، نه وجود ربط، وجود ربط، وجود ربط، علم ربط، عین ذات ربط. عین ذات چه محاله؟ دقت نکنید جملات رو، دقت کنید الفاظ هم دقت کنید. سلسله محمدیین وجود، ولی عین ربط نه اتحاد. اتحاد کفره. حتی تصل الى معدن العظمه، نه حتی تتحد معدن. دعای شعبانیه که میخونید، دعای شعبانیه هم حرف میزنید، اگه میخونید، اگه نمیخونید چه خوب، به من مربوطه، نخونید. حتی تصل فعنر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوب حجوبن. حجوبندون این قیود هست، حجوبن همه نورا رو پاره میکنه، همه قیود رو پاره میکنه، به خود را تمیه کنه، به خود را میرسه، حتی تصله الى معدن العظمت، وصل میشه به معدن العظمت، نه متحد میشه. پس میشه وجود، وجوده نه، وجود عین الربط، علم عین الربط، قدرت عین الربط، سمع عین الربط، بصر عین الربط، وجود هم الربط، وجودون هو الربط، بله هو الربط، وجودون هو عین الربط، نه وجودون وله الربط، نه وجودون هو عین الربط. منتها برای بیان این که خیلی حتی خبر هم نیرید همینه، وجود عین الربط، وجود ربط، وجود ربطی که در وجود سلام. مطلق است، ولی یه حیثیت بیشتر نداره که ربط است. ربط فقط ربط. ما میگیم این ذات سلسله محمدی
علم لایتناهای این ربط، قدرت لایتناهای این ربط، حیات لایتناهای این ربط، سمع لایتناهای این ربط. نحنو مشیت الله، خودشون فرمودن ما مشیت هستیم. و خلق الله الاشیاء بالمشیه، و خدا به مشیت همیشه خلق کرده. پس اول ما صدر چی میشه؟ میشه مشیت الله. اینجا آتش این ربط است، اینجا آتش قید داره، اون آتشش این ربط است، آتش دیگه نیست. قرص اول ما صدر میشه یک وجود اطلاقی، منتها یه دونه حیثیت بیشتر نداره، ربطون، ربطون. اگه ربط ازش بردیدی چیزی نداره، دوتا چیز نیستا، شیعون و له ربط نیستا، شیعون هو ربط. ربطیت ازش بردیدی چیزی نیست. خدا اگر از سلسله محمدین فیض و برده هیچی دیگه نیست، دیگه سلسله محمدین نیست، فیضش یعنی سلسله محمدی، اونم اولین فیض، اولین جلوه، اولین هویدایی سلسله محمدی. اینا فرق نمی کنه. این 14 تا، این 14 نور یه حقیقت وحدانی است. اولونا محمد، آخرونا محمد، اوسطونا محمد، کلونا، کلونا نور واحد، یه دونه نور، یه جلوه اطلاقی. وقت این جلوه اطلاقی در هر زمانی یه ظهور و بروزی داره، یه ظهور و بروز علمی داره، یه ظهور و بروز شجاعتی داره، یه ظهور و بروز صبری داره، هر کدوم اینا یه ظهور و بروز اینا، ولی همون حقیقت هر وقت واحد است. یعنی حسین رو جای امام محمد باقر بذاری کار امام محمد باقر میکنه، امام محمد باقر رو جای حسین بذاری کار حسین میکنه، به حسب زمان و خصوصیات زمانی است که فرق میکنه. بله حقیقتشون این حقیقت، یه حقیقت واحد است، حقیقتون واحده. ما معتقد به همین هستیم، اعتقادونا این است که اینها رتبهشون رتبه مشیت الله، یعنی جلوه اتم ذات باری داره، اولین جلوه است. و این اولین جلوه را ما عرفان بهش داریم، دنبال عرفان عاشقش هستیم، دنبال عشق مطیعش هستیم، دنبال مطیع متبری از اعدایشون هستیم. این چهار تا خصوصیت پشت هم باید بیاد. عارفی میگیم بله عارف هستیم، محبی میگیم بله محب هستیم، مطیع میگیم بله مطیع هستیم، میگیم متبری از اعدایشون هم هستیم. اگه تونستیم دائما لعن میکنیم، نتونستیم تبری قلبی داریم، تبری زبانی هم وقتی که کسی نباشن میکنیم، باشن دیگه نمی کنیم. آجی ما ببخشید، این که در بیانات ائمه گاهی مثلا این هستش که مثلا یه امامی نسبت مثلا به امام زمان یا نسبت به امیرالمومنین مقام خودشون رو خیلی متفاوت می دونن، این چطور با این وحدت مرتبه که شما؟ مقام تواضعه. مثلا امام محمد باقر میگه اگه من زمان بقیت الله باشم نوکر ایشون هستم. خب بله، چون در هر زمان یه دونه تشریحاً، یه دونه ولی داریم تشریح. اون موقع که رجعت میشه چی تو؟ فرق نمی کنه، یه دونه هست، بازم یه دونه، یکی رجع، یکی فرمانده است. پیغمبر بود، علی هم بود. کی فرمانده بود؟ پیغمبر. علی بود، پیغمبر هم بود، حسن بود، حسین هم بود، یکی فرمانده است. مقام تشریع، ولایت تشریعی که منصبه یکی، دوتا نمیشه به هم میخوره اوزان. بله، ولی از نظر حقیقت چی؟ این حقیقت و اون حقیقت یه حقیقت رو. خب پس اول ما صدر می شود اون موجودی که مطلقه و این نفس حقیقتش هم ربط محضه، هیچ دیگه غیر قیزون نداره. این تمام بیان ملا صدراست در این جهت که می فرماد الواحد لا یستر من الا الواحد. حالا بعضی ها نمیتونن اینو بفهمن، میگن آقا نمیشه از واحد میشه کسی صادر بشه. خب نمیشه، تناقض. اگه بخواد تناقض محقق، اگه تناقض جایزه، اگه تناقض محال نیست، اگه تناقض ممکنه، خب اینم ممکنه. اگه تناقض ممکن نیست، خب یعنی مسئله برده روی ابده بدیهیات که قابل انکار دیگه نیست.
حالا یه شخصی جهد میکنه یقین دارد و جهد لسانی میکنه به ما مربوط میشه. خیلی ها هستن یقین در قلبش داره، مکابره است، خیلی زبانن جهد میکنه، مکابره است. بله بله دید. اگه انسان یقین داره و جهد میکنه جز همون کفاریست که معتقد به خدا در قلبش هست ولی زبانن یه خدایی نیست. این کافره، کافره جهدیه، جهدی. همین هم میرم به جهنم، همین هم میرم به جهنم. حالا اینطوریه، این واحد وسیط، ذات باری تعالی واحد وسیط من جمیع الجهات، لا یسترومن الا واحدون بسیط من جمیع الجهات، فقط یه دونه حیثیت داره، همون چیز ربطیه. حاضا تمام الکلام در این مقدماتی که ایشون آوردن و در این ذیل مقدمه‌ای که مترسل برای مقدمه کردن. حالا اگه بحث چیز رو میخواید بخونید، بخونید کتابو نایی بودید. بله الان شد هر روز، هر روز دیگه میخونید یه کلمه بعد ازش بخونید. بسیار این کتاب خونده بشه، بسیار مهم. جایی اینه که فرمودین علم هو عین ذاته، با این فرمایشی که شما میفرمایین ربطش چجور میشه؟ علم که عین ذاته، علم الله عین ذاته. بله علم الله عین ذاته، این رابطش با این ربط چی میشه؟ علم الله عین ذاته، عین ذات واجب، اما ولی علم اینها که عین ذات واجب نیست، عین ذات ممکنه، ترابط عین ذات ممکنه. علم اینها عین ذات ممکنه، نه این ذات واجب. اینجا یه بحث کنیم که علی علیه السلام ظهور نداشتن، اون موقع ظهور باری تعالی به چی تحقا پیدا میکرد؟ ظهور نداشتن، ظهور نداشتن، یعنی بینید شما جلوه اطلاقی رو مساویه با اهمی حضور علیه السلام بود. درست؟ خب حالا فرضی داریم بحث میکنیم، فرض کنیم اینه ظهور نداشتن، ظهور خدا به چی بود؟ نشه دارم که اول ما ظهر اون آنا بوده، اول ما ظهر اونا بوده. بله؟ اول ما ظهر میگه قبل از پیغمبر هم به سلمان حالا قبل از سما، قبل از عرض، قبل از موجودات، قبل از ملائکه، همه رو بیان میگه قبل از همه اینا جلوه اطلاقی هست. ظهور مشیتیه؟ نه جلوه اطلاقی هست، نه همون بود مشیتی هست دیگه، جلوه اخلاقی هست دیگه. فرضی دارم صحبت میکنم، محال محال فاصله به شلمه علت تامه و معلول، محاله فصل، محاله یعنی علت تامه باشه جلوه نباشه، محاله. من الازل جلوه هست مونتا این ربطی من الازل. اگه علت خدا علت بود یکی نبود، بله یکی حالا ما میتونیم اون جلوه اطلاقی رو فرض کنیم نبوده یه موقع. بله در مرتبه ذات نیست. بله الان هم میگیم جلوه اطلاقی در مرتبه ذات نیست، در مرتبه خودش هست، همیشه هم بوده، همیشه هم بوده، بله، اما در مرتبه خودش، نه مرتبه ذات. یه مرتبه بیا پایین، یه پله بیا پایین، در این پله پایین همیشه از ازل تا ابد هست، اما در مرتبه ذات محاله، کفره، شرکه.